من واقعا فکر نمی کردم توی این صحبتی که قرار با هم بکنی سوالای منو چیزاش تموم بشه ولی دمت کم که اینقدر وقت گذاشتی خیلی صبورتر از اون چیزی که تصورش رو داشتم بودی و بازم به کردی های خود اضافه کردی به نظر من خیلی دمت کم من جواب خیلی از سوالامو گرفتم چون به حال آدم نگاه میکنن ویدیو و اونا هم به بگنجه من به سهم خودم آخرین سوالی که ازت دارم اینه که سوال دنیای امروز اگه بخوایم برای با توجه به اتفاقایی که داره توش میفته برای بچه های آیندهمون که بخوایم فکر بکنیم به این دنیا بیاریم ما جای سیفیه یا یعنی اینکه فکر میکنی تهدیدها خیلی زیادتر از اونیه که بخوایم به این قضیه فکر کنیم بحث ایران رو هم فاکتور بگیر ایران اصلا هیچیش امن نیست که بخوایم ببین من خود وکیلی به نظر خودم دنیا قرار تموم شه خب این و... چیزی که من واقعا باور دارم یعنی حالا یه آدم میگم مثلا میریخ مری خسری میگم اینا میگم دادا ما کره زمین که سبز و آب داره توش نمیتونیم جمع کنیم بریم مریخ جمع کنیم مثلا مردم واقعا میگم کنن همینه دیگه مثلا میگم مردم خوشحالن که قراره به نریم چون مریخ آپشن هست من میگم منطقه احمقانه چیه فکر کنم میریخ مریخ چقدر تو میگی مریخ از بین ببری مریخی که حالی تکنیکی از بین رفته یعنی یه کشتی سالم و توپ داشته باشی بعد بگی که آقا ما یه راه پیدا کردیم بریم از پایین آب تایتانیک رو بکشیم بالا روش سواشیم باشیم خب گفتی تو که کشتی توپ سواری همین توب توپ نگرد نه 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 این قراره به گاه بره فرش شد بریم این کشتی تایتانیک رو بکشیم آب توپ خب این منطق انسانه واسه همین بنا... و حالا آمار اون وقت چی میگه 99 ممایز درصد تمام سیویلیزیشن یا هر چیزی موجودایی که اگزیست میکردن منقرض شدن واسه همین چرا ما بیایم فکر کنیم ما خواستیم چون هر که هر جا که بوده یه اندینگی داشته اندینگ ما خو خیلی تابلوه یعنی اینجوری مثلا چی میخواد بشه ما با نفت خودمون اونو از بین بردیم ما با نفتی که داریم تولید میکنیم دودی که داریم درست میکنیم دود که میره توی هوا سی او که میده توی هوا نور خورشید بیشت رو بیشتر تو زمین نگه میداره و زمین قرار از بین بره تا چند وقت دیگه اینجا که بوش میاد الان که میبینی که هر سال داره غیر تر میشه خوش سالی ها داره بدتر میشه بارون ها داره غیر تر میشه توفان ها داره وحشتناک تر میشه یعنی من ما بچه بودیم از این خبر نبود که هر سال من شیش سالی یه خبر میشه یه جای تورنایی اومده آه. بعد سال بعد یه جا یه دونه آب اومده آه. الان هر تابستون سی تا تورنیدو میاد سی تا دمدونم فلان میاد سی تا جا آتیش میگیره سی چه سی ست تا جا آتیش میگیره دیگه فرانسه آتیش گرفته کانادا آتیش گرفته آمریکا آتیش گرفته برزیل آتیش گرفته کجا میخواد آتیش بگیره دیگه دنیا قرم من تموم میشه و من تنها امیدم این بود که جنریشن بعدی یعنی بچه های جوان آق... بشن و بترسن بگن که اوکی این مام بابای ما گاو بودن و اینا خودشون از بین بردن چون میگفتن مثلا من اون 40 سالمه دیگه تو چشه بچه میگه روز زندگیشو کرده دیگه 10 سال هم دنیا از بین بره 50 دیگه رو هپیه ولی اون که الان 11 سالشه نمیخواد از بین بره اون میخواد 40 سالگی تجربه کنه و من امیدم این بود که این بچه ها خیلی قوی به دنیا میان جنشن بعدی همه ریسایکل میکنن همه مؤدبن همه رواندگی قوی همه ترمزا قوی بعد الان که میبینم <applause> همه بدتر شدن بعد اینش خیلی برام عجیبه چون چیزی که ما خوب بودیم <applause> مثلا همسایه تو مثال میزنم چون حالا آشنا هستیم یعنی میگم که پرسونالی باشه اگه دیدم شاید زیاد یاد بگیره میبینه الان همچین دنیا هستیم هر روز قبل از اینکه بره ماشینشو بین 5 تا 10 دقیقه روشن میذاره قبل از بره این کارو کی میکنه من تو کانادا تا حالا ندیدم یه آدمی کارو بکنه حالا مثلا چه میدونم فکر میکنه در دقیقه ماشین رو مثلا ماشین بهتر ران میشه نمیدونم بخاریش گرمه ولی خب میدونی مثلا اینجا که یعنی با ریموت کنترلی که داره مثلا چیز میکنه که ماشین گرم شه یا سرد شه کولرشو اینا نه فقط میاد روشن میکنه میاد بیرون ماشین از دکمه استارت ریموت داره میزنه ماشین روشن میشه دیگه هست دیگه بعد تو که میای تو ماشین دیگه آپشن داره کولر بخاری بزنید ولی حداقل دیگه همه چی داره کار میکنه ولی در اصل میگم اینجا اونقدر لازم نداری مثلا شاید مثلا لازم باشه چه میدونم چهل بار در سال ماشین تو روشن کنی قبلش چون خیلی سرده ولی اگه مثلا ماشین هفت درجه است بری توش تو مثلا چند دقیقه دیگه میشه مثلا بیست درجه لو اوکی آدم تحمل میتو بکنه به خاطر چی که دنیا فاکی بین نره یعنی اینجوری که مثلا مثلا میخوام پنج سنت پول خرج نکن یعنی بدترین اتفاقی که داره میفته مثلا یارو بعد انقدر یعنی تکنولوژی ماشین چیکار کرده گفتم آقا تو چرا قرمز که می‌دی ماشین خاموش بشه اصلا اون 20 ثانیه هم دود دوری نکنه چه تاثیری میذاره باشه؟ این ترنزیت نشده تو مغز, مغز اینا که او پس خیلی مهمه هر ثانیه کانت میشه بذار من روشن کنم 5 ثانیه بعد برم نه میذنه 5 دقیقه تو لول که بار پاشا از من پرسید پاشا اصلا نمیفهمه این چیزا رو من این چرا ماشین همیشه روشن اینجا تو پارکینگ گفتم نمیدونم برو خودش بپرس دروازش گفت چرا این کارو میکنی گفت میخوام ماشینم آماده باشه واسه رفتن حالا واسه چی آماده باشه ما نفهمیدیم ولی کلا دارم میگم بعد دختر خاله خودم این و اون و اینا رو میبینم دیگه این آدمایی هستن که مثلا دارن زندگی میکنن همه به جوان نه ریسایکل میفهمن نه خوب رانندگی کردن میفهمن و حتی متاسفانه احمقتر شدن این باور نکردنیه چرا چون ما برای اون اطلاعات خیلی سخت بود اگه یه اتاق یارو میگه آقا من خودم راجع لامپ توضیح بدم اگه گوش میدادی لامپ میفهمید چیه اگه گوش نمیدیدی میفهمیدی لامپ چیه جای دیگه ای نبود بدی اینا چون اطلاعات هست یه گوش نمیدن میگه هر وقت دارم خواستم راجع به لامپ یاد میگم خودم میام یه یوتیوب ویدیو نگاه میکنم مشتی از این دایوس بهتر توضیح میده با کارتون بعد هیچ وقت علاقه به لامپ نشون نمیدن یعنی همیشه میگه بدن میکنیم هیچ وقت این بدنه نمیاد چرا انقدر کشر نانستاب داره درست میشه تو دنیا این به اون اینو گفت اون به این اینو گفت این حرف رو زد او این آهنگ واسه اون خون الان تمام بچه های اینا میخوان رپر تمام بچه های آمریکا کانا می هم میخوان یوتیوبر جن دو دوتا جاب تو دنیا مونده فقط همین دوتا یعنی تو هر کی میبینی میخواد چیکارش ای میگه ایرانی میگه میخوام رپر شم رپم هم, هم خوبه آقا بچه یه دقیقه بچه من میخوام با اتون کنم به آن سایت واقعا چی به خودتون فکر میکنی هر کی من مسیج میزنه میگم میخوام رپ بخونم رپم هم, هم خوبه اوکی میخوام رپ بخونم در گرم رپم خوبه کس خودی اگه رپت خوب بود به من مسیج نمیزدی اولا آدی خود اومده بودی بالا دو من کی تو رو قاضی کرد که رپت خوبه این اتحام نفس کازو از کجا میگه این همه من نمیفهم واقعا چی چون مثلا آهنگ سپه خطر رو گوش دادی حال کردی بعد تو همون خوندی احساس کردی تو هم خواننده ای من نمیفهم واقعا منطقاتون چیه خیلیاتون خوبین دمتون گرم ولی میگم انقدر پررو نباشین بگو آقا من خواننده شنبه گوش بده صدا من یه نفر بود من گفتم آقا ما آهنگ ها میشه ببری واسه سپه خلص و عریضا جی جی و اینا آهنگو پخش کردم برای یارو گذاشتم یارو الان فیسبوکش هنوز این استوری نامبر 1 فنا بذار عشق دنیا کرده من به تام حال بدم حال میدم ولی میگم تو, تو ها میخوره بیاریم پایین خلاص الان همه میگن واسه من اصلا نمیدونم بچه‌ها من اصلا عاقل نمیدونم من دیگه بچه عاقل مثلا من یه بچه 20 ساله نمیدونم که مثلا مثل خودم گشنه اطلاعات گشنه پیشرفت گشنه پول گشنه خانواده فقط میخوام بکنن و اخونه هیچ کاری نکنن و پول در بیارن <تص> همه زندگی منو میخوان <تص> خاک بر سرم داشتم میریدم به خود داشتم میریدم بهشون دیدم خودم هم اونا نه حالا به خدا میگم همه میخوان تو خونه بمونن کار نکنن یوتیوبرشن و خوشحالم باشن زیاده من نمیبینم هیچ زحمتی واسه این بکشن من ابسولوتلی نمیبینم اینا زحمت بکشن همه دارن زندگی خیلی همه فقط میدم میدم مدرسه میان خونه بعد وقتی که کار ندارن رو تلفنشون فقط دارن کوسچر نگاه میکنن نان استاپ یعنی اینستاگرام من دیروز تلفنمو اونجوری پرت کردم رو و ما گفتم مادر تو سرویس بکش بیرون از من من به خاطر کارم مجبورم برم تو اینستاگرام میخوام یاد بگیرم برم مثلا مردم رو چی حرف میزنن این بعد مثلا okay. میخوام برم and یه ساعت از اذیتت کرد نه 700 رو اینستاگرام بودم چه گوی میخوری 700 رو اینستاگرام برو گمشه بابا دیوونه وقت تلف کن چون هر چی حال کنی یا حواست پوکر کنی دیگه فقط پوکر میبینی حواست چونه دختر کنی فقط چونه دختر میبینی حواست لاک پای شبرنگ زرد پای دختر سیاپوس رو ببینی واسه 2000 روز متریال هست نگاه بکنی واسه همین هیچ نیست که دلت بخواد نباشه ببینی و همیشه هم چیزی میخواد چرت و پرت همیشه آماده است اصلا نمیبینی هیچ یاد بگیری بعد یه ایرادی که داره تو بخواد کون ببینی دختره شروع میشه کون نشون میده تو تو کونی اگه تو بخواد یاد یه یا لامپ چجوری درست میشه هیچ ویدیویی نمیتونه باید با کون بد نشون بده بعد بشین دقیقه گوش بدی هیچ کی دیگه نداره هفت دقیقه رو تیک تاک تو... از این زمینه به نظر قوی تر میاد تیک تاک اصلا من تیک تاک میرم خشه. توش تیک تاک یه خورده باحال‌تر خدای از این یعنی نه یه خورده خیلی باحال‌تر از اینستاگرامه. اه... ولی اه... تکنیکلی اینستاگرام دو هفته بعد تیک تاک دیگه هر چی تو تیک تاک میاد بیرون دو هفته بعد میاد تو اینستاگرام اون چیزی نه فقط یه خورده قدیمی تر میاد تیک تاک هم یه سری چیز ویدیو مثلا 10 دقیقه‌ای هم داره اینستاگرام نمیذاره 10 دقیقه بذاری ولی کلا نه به نظر منظورم اینه که گندشو در نمیاره وقتی یه چیزی رو به قول فهم خواهی تو بری مرور کنی و بیای بیرون اینستاگرام ول نمیکنند با اون آره آها آه 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 ولی تیک تاک نه یه ذره من جفتشون میره باطلاق میدم توش یعنی اصلا واسه من فرق نداره ولی بچه امروزیو من اصلا نمیبینم بچه خفن اصلا نمیبینم یعنی مثلا میبینی بچه خفن چرا چون ماما هر و شنبه بردن کلاس جیمناسیک ملق میزنه ولی تو ایران یارو که زیر پل به دنیا آمده بود مامانش مثلا هیچ کاره بود باباش مثلا راند تاکسی بود اون ملق میزد بعد میگفتی چرا مثلا بچگی از ایران نه آدم ایران چون اون موقع هر کسی میرفت یه کاری بکنه قوی بشه یه چیزی داشت الان دیگه هیچ چی نداره همه دارن از طریق آدمای دیگه زندگی میکنن روی ویچوال ورلد از اون هیچ کی کاری نمیخواد بکنه گفتم همه میخوان یا یوتیوبر یا رپر من نفهم دیگه چه اتفاقی میگفته. بعد هیچ کی کار نمیکنه مثلا به بچه میگی مثلا من بچه بودم که به من میگفتی بیا مثلا چمن... چمن رو بزن من اگه مثلا موقع ما کوچیک بودیم 6 دلار بود ساعتی پول میدادن من اگه 3 دلار هم حاضر بودم برم گفتم چمن باشه ما ما صدادارش میگم تو بز من بزنی فقط بیام خونه دوازه دارم پول دارم دوازه دارم, دوازه دارم پول دارم بردن. ولی الان بچه ها اصلا اینجوری یا میگه آقا پاشو بیا اینجا برای کمک کن مثلا من, یارم. من چون اخلاقم اینجوریه یا آدم دوستای جوون دارم یعنی من با بچه های بیستا من دوستای بیست ساله دارم تا شست ساله خب با بیست ساله ها بیشتر میچرخم به خاطر اینکه وقتشون باستره میفهمی همیشه یکی دو تاشون هستن که مثلا بیکارن یا خودشون دارن یه کاریشون میکنن وقتشون باستر جای جا میگردن گل مجانی یه خود همدیگه رو چیز میکنیم میفهمی بعد مثلا میبینم ایگر نیستن مثلا من میگم که آقا همین مثلا یارو میگه بابا میگه سو واسه من دو تا آدم پیدا کن که خونه رو تمیز کنن حیاتمو من اگه بچه بودم خونه یکی اینو میشیدم همون من 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 میکنم من میکنم ساعتی 20 دوره من میکنم اینا 6 تا اینجوری همدیگه نگاه میکنن یه نفرش مثلا نمیگه آقا من بعد مثلا بعد من میگم میگم بچا اگه خواستین بگین ها ساعتی 20 دلار میده ناهار مشتی هم میده چلو کباب با اون کسخله اه... ناهار مشتی میده ساعتی مثلا 25 دلار هم میده دو روز هم کاره چیلکس هم هست میتونی 9 بیای میتونی 10 بیای روز بخواد تو تعویری اوکی خونه بابا می دیگه بعد اینجوریه دی 200 تا تقریبا در میاریم دوست بریم اونجا تو چمنا را بریم نه خب من نمیفهمم چرا انقدر بچه و همه بی ذوق زوغ شدن ذوق هیچ چیز دیگه ندارن هیچ کاری نمیخوام بکنن نه کسی چیزی کریت میکنه همه آرتیستن دیگه فقط الان آرت داره یهو تو دنیا داره آرت میره بالا من دیگه کسی نمیبینم آدم حسابی نمیبینم واسه همین من خیلی به آینده بعد بینم این وحشتناک در لولی که چند وقت به النا میگفتم شاید اشتباه بچه بچه‌ها بریم تو این دنیا چون ما که قصر در رفتیم ولی امکان داره اینا مثلا تو دنیای خیلی وحشتناکی بزرگ شدن مثلا امکان داره آسمون از دست بدن فکر کنم که همیشه فقط دود باشه بابا ماسک بیای بیرون خونه ها در همه درا دو بشه همه خونه ها با فیلتر داشته باشن بشه دیزاین بشه یه تکونی بده میگه مثلا تو نمیدونی همین کرونا بود کرونا که اومد دیگه تو که دکتری بعد بفهمی دیگه. دیگه تو فهمیدی که آقا مردم گاون یعنی من تا قبل از اون روز هم یه امید یه چیزی داشتم ولی وقتی کرونا اومد و دیدم واکسنش هم دوباره انسان اختراع کرد یعنی بدون واکسن هم میتونیم بیت کنیم اگه انسان یه خورده شور داشتن دو هفته همین خونه بدون واکسن اصلا کرونا از بین میرفت دیگه نداشی چی هست آخرین, سل... آخرین سلول کرونا از بین میرفت آخرین ویروس کرونا از بین میرفت تموم میشد دیگه وجود نش دنیا اینو بکنیم واکسنش اومد با واکسنش هم نتونستیم قرار شد باش دیل کنیم تا آخر هیستوری دنیا دیگه باشه دیگه هستیم با هم بغل هم راه میدیم یعنی ریدم تو این انسانیت این ما گاویم من وقتی بعد 2019 که یعنی 2020 که اتفاق افتاد دیدم دیگه ثابت شد برام که آقا انسانیت نه هماهنگی داره نه منطق داره نه چون من فکر کنم مثلا 99 درصد باهوشن 1 درصد کسخلن بعد فهمیدم که نه قشنگ 50 50 بعد اون پنجاهی هم که مثلا باهوشن میتونن گل بخورن اینش خیلی بده بعد اون 50 درصدی که احمقن هیچ جوری عاقل نمیشن این من با آدم احمق هم صحبت میکنم راجع به واکسن اینو جا... این گفتم تو ویدیو هم. میگفت هیچ جمله نیست که تو بتونی بگی نظر منو عوض کنی گفتم مادر جده. چه کاری تو که سال 2020 هیچ منطق و نالجی راجع به چیز نداشتی راجع به واکسن تو الان واکسن رو فهمیدی پس تو یه جمله رو شنیدی که الان این منطقی که تو مغزت رو درست کردی پس اگه با جمله اوکی چرا جمله من نمیتونه جمله رو ریپلیس کنه اگر اینجوری ضد جمله چرا جمله اولی رو مثل روپ گرفتی که کس شرم بوده تازه نه مثلا میگه که آقا توی این مرکری میریزن توی واکسن میگم دادا اون مرکری که تو میگی جیوه این مرکری نیست اسمش مرکریه اون خارکده اولاقی که درست کرده خاصه با در اسمش اسمشو گوشته مرکری بعدش هم به خاطر کشه احمقی مثل تو اصلا اینو درآوردن دیگه مرکری هم نمیریزن الان یه چیزی که میریزن به اسم قابلمه بعد میگه نه اینجوری میگن تو گول بخوری با <تصح> این نه نه تو گول بخوری واسه همین من واقعا امید ندارم از آدما من امید ندارم به فیوچر من, من امید ندارم واسه همینم هم. مثلا این کانال رو انداختم من اولش که این کانال رو انداختم خدا وکیلی میخواستم ازش پول در بیارم یعنی اینکه گفتم که اوکی میذاریم و صحبت هم میکنیم و یه معروفیت هم میگیری البته اول اولش که اومدم فقط میخواستم معروف شم فقط به خاطر معروفی اومدم بعد که اومدم توش دیدم که مثلا توش یه مثلا هست و پولم میشه در گفتم چه حالی میده که آدم در کنار معروفیت پول هم دست بیاره بعد دیگه فوکسم هم روی این بود با چند وقت تا مثلا چند ماه گذشته تا مثلا دو سه ماه گذشته دو سه ماه گذشته نشستم فکر کردم گفتم سویل جاکش تو خود همیشه به آدما میگی بعد کاریو بکنی که دوست دارن و ارو خوبی بری جلو بعد خوبی تو رو به موفقیت میرسونه خود مالقبه داری این کارو نمیکنی خودت داری بخاطر به خاطر معروفیت پول فقط تو یوتیوب چرا زل میزنی خودتو درست کن بعد شروع کردم خودم کار کردم نه که رو خودم کار کردم همون روز سویچ کردم گفتم اوکی من از امروز دیگه درآمد یوتیوب برام اهمیتی نداره من فقط میرم واسه موفقیت برای موفقیت هم, هم, چیه که مردم چیزی بهشون یاد بدم چیزی بخندونمشون و شاید صد سال دیگه کتاب راجع به من که یه شخصیت بود به اسم سهیل سال 2000 اومد یه سری زرا زد و کالچر ایرانی شروع کرد تکون دادن بعد از اینکه مثلا 50 سال 100 سال 300 سال توی کوشر که الان هستیم گیر کرده بود حالا هر چند کسی سال بعد انقلاب من قبل انقلاب نمیدونم واسه همین من از این دنیا ناراحتم و فکر میکنم که از بین میریم ولی داشتن بچه انقدر لذت داره انقدر حال میده هیچی توی دنیا به اندازه این که من صبح مثلا پاشا موکر خوابی داشتن و دوستم البته اینم بگم ها الان دیگه فقط موکر رو دوست دارم چون من بچه بودنشون رو دوست داشتم یعنی اینکه کوچولو بودن میومدن احمق بودن الان پاشا میاد یه مرد بزرگه می میاد تو سالن بابا خوب هستی چیزی میخوای واسات بیارم نه بعد بیاد میزم تمیز میکنه میبره پایین یعنی پاشا دیگه مثلا مثل یه رفیق الان دیگه اون احساس بهش ندارم یه رفیق خونه داخل بالا میشه خوشحالی که رفیقت هست ولی موموکی که اخو بالا میشه منتظرم همینم هم چک میکنم اینم می بیدار شده دور مینو حتی بیدار میشه میدونم اینم بغلش میکنم میارمش میمالونمش بازی میکنم وقت میذارم رو ساعت 3 بوسش میکنم بیشتر نمیکنم که شاکی نشه مثلا منتظرم می داشته پاشام اینطوری بود وقتی کوچولو بود بعد الان که بزرگ شده یه دیدم احساس کم شده مال موموکو رو دو برابر کردم ولی مشکل هم چیه پاشا نباید اونجا باشه اینا رو ببینه واسه این روزه که پاشا خونه است نمیتونم این کارا رو بکنم اون رو مثلا لوز میکنم یا پاشا که میره دستشویی میدونم رو موموکو مثلا 3 دقیقه موموکو دارم میچرونم بهش میام میرم من اگه آپشنشو داشته باشم دوباره بچه‌رو میارم یعنی اگه به من برگردم زمان حتما بچه ها دوباره میارم حتی اگه بشه بیشترم میارم ولی کاملا خودخواهانه و سلفیشه خاطر هپینس خودت هست یعنی آره، نمیگم که مثلا بهشون حال بدم و زندگی بدم بهشون خب زندگیش هم سعی میکنم بسازم دیگه الان جفتشون به معروف پول دارم وقتی بشه 20 سالشون یه پول دیگه دارن وقتی بشه 65 سالشون بعد هنوز نشدن یعنی سنشون هنوز 15 نیست واسه این. چند وقتی یه مثلا بزرگم بشن پول در بیارن پولشون بهشون سیو میکنن خب مثلا اینا رو من این هیچ کوم نداشتم از بابام این اطلاعات بلد نبود اصلا هنوزم بلد نیست من تا بچه‌ام هم خب بزرگم این بچه‌ها بهشون تو 15 سالگی یاد میدم تو 18 19 اول استاک کردن باز میکنم بهشون یاد میدم ترید کنم بهشون آپشن میدم مثلا بهشون 1000 دلار پول میدم میگم هر کی دلار بعدش ساعت رولکس میخرم بعد سه بار که امتحان کنن پول رو میگم حالا درس چی بود استاک گمبل نکنین استاک نمیتونین جایی کار بکنین یعنی اینجوری رو بخوام بهشون یاد نیم. بدم نمیخوام بگم بچه استاک بده نکنین اتفاقا بهش پول میدم میگم هرکی بکنه جایزم داره هرکی ببینن نمیتونن میفهمن که اوکی ریدن آره ب... راست میگه شیوه خوبیه من, من این همه از بابام یاد گرفتم میگه یعنی من هرچی از بابام خوب, 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 مده مده خوب, بابام خوب, خوب, خوب بود کپی کردم هرچی بابام بد بود نه این خیلی مهمه هرچی بابام بد بود و برعکسش رو کپی کردم این این خیلی زیاده یعنی اکثر ماها وقتی یه جایی به فکر میافتیم که مثلا فرض کن من خودم تجربم حالا بابام من خیلی کودکی اوکی داشتم نمیتونم بگم بهترین بود کم و داشته ولی راضی هم یعنی هیچ خاطره آنچنان بدی ولی چیزی که مثلا همیشه برام سخت میگرفت این بازی کامپیوتری بود مثل سگا و پلیستیشن و اینا اصلا بعد مثلا کامپیوتر رو شنیده بود باید همه خونه باش و باعث پیشرفت بچه میشه بعد چون میدونست فقط یک کیس خریده بود با مانیتور بعد تو این هیچی نداشت این کیس و کامپیوتر یعنی مثلا بالا میومد اومد سیستم داس بالا می اومد و هیچی فقط می مثلا حتی بازی هم نمیتونست اجرا کنه برای اینکه اصلا کارت صدا نداشت کارت گرافیک مثلا بعد بعد اینا رو می‌خواستم واسه بابام توضیح بدم که اگه من میخوام بازی کنم اینو باید باشه خیلی مکسنس براش نمیکرد که من کارت صدا چه کارت گرافیک چه و اینا خیلی سخت میگرفت بعد اینا من هر چه قدم هی مثلا چیز میکنم میدونم سورسش از کجاست مونده هر وقت که مثلا میخوام به خودم حال بدم میرم سراغ تک مثلا از این ویدیو گیم ها میخرم اصلا ایکس باکس میخرم اصلا استفاده هم نمیکنم یه زمانی تهش رو در آوردم خودم رو قرق کردم دیدم اصلا همش داره پولام هدر میره روی تیم خریدن و فیفا و از این حرفا دیگه یه روز گذاشتمش یه چیزی رو قشنگ تا تهش رو امتحان میکنم ولی هیچ وقت نمیذارم که اسیرم بکنه یه روزی بالاخره میگم اوکی دیگه خیلی داره غرق میشی بعد اینا هم همینطوری بود دیگه زدم کلا اون بازی رو ریمووش کردم ولی به صورت ناخودآگاه میبینی هر وقت تکو اینا میشه میرم سمتش میخرم فقط واسه اینکه اون قضیه رو بهش یه خوراکی داده باشم که یه زمانی نداشتی ولی الان باید داشته باشی به خاطر همین این قضیه چیزی هستش که من میگم اگه روزی من بچه داشتم هیچ وقت اینا رو ازش دریغ نمیکنم یعنی اون چیزی که سرم اومده و همینطور که خودت داری میگی میام برعکسش رو میکنم آره ولی این خیلی مهمه که یه خطی نگه داری مثلا من پاشا وقتی که به ماشین برسه براش حتما یه ماشین دست دوم تخمی میکنم یه صد درصد یعنی میام آپشن که پیاده بریم برسه با یه ماشین در اگه بگه من جای دوستم خجالت میکشم یعنی من به عنوان پدر فیل کردم بچه‌مو انقدر ضعیف درست کردم که ظاهرش شخصش درست میکنه این چیزا هم باید حواست باشه چون یه سری من دوباره میگم چون من توی پول بزرگ شدم نه من خودم دوستای دوربرم میگم خیلی پولدار بودن من میدیدم دوست که مثلا هر چی میخواستن داشتن هر کاری که میخواستن بکنن میتونستن انجام بدن هیچ کدومشون خوشحال نشدن موفق شدن بعضیشون خیلی هم کم تازه در درصدشون موفق شدن حالا ما خیلی جالبه کسی نمیبینه اینو موفق نیستن چرا چون بابا یارو مثلا مثلا میام 10 میلیون پول داره بعد پسره خودش عاشق اینه که بره عکاسی بکنه عاشق عکس گرفتن و این چیزه هر وقت مسافرت میره بیرون 3000 تا 4000 تا عکس میگیره خب عشق زندگیش اینه چهار سال که از این را پول در بیاره ولی چون کونگو شده و بی تجربه است و بی ارزه است هیچ کاری بکنه که از این را پول در بیاره بعد از چهار سال دیگه میره میشه باباش باباش هم میگه من چهار سال پنج سال ده سال دارم پولتو میدم زندگی تو الان دیگه چی گویی میخوای بخوری این اکاسیت هم که مثلا گفتی یک گویی میخوایی که هیچ گویی نشدی حالا دوتا چویس داری یه خونه هم برو گمشو بیرون یه حق خود میخوای بکنی بکن یا من هم یه خونه میسازم مثلا تو جردن برو هر روز صبح سر اون تا شب این کارها رو باید بکنی هر چقدر فروختیم 10 درصد پروفیت مال بعد تو چیزی که میبینی یه پسر دست و حال کرده الان دو تو جدا خونه میسازه واسه همین تو چش اکثر آدم های آدم موفقه منم که فقط این روز میشینه میگه اکینم تو این کار بعدم میاد میری بابا با عمل حرف بزنی خاک بخوری بابا با دولت تخمی دیل بکنی فلان به رشوه باید بدی اذیتت میکنن میدوزن جنس سفارش میشه آشغال میانن هیچ کنونی داره نه دوست داره نه باشون دیل کنه همه متنفره ولی مجبوره چرا چون آپشن داشتی که به تو خیامون بخوابه. چون نمیخواد انتخاب کنه پول بابا رو میخواد میگه اوکی من میام واسه بابا کار میکنم تا روزی که بمیره اکثر اینا وقتی بابا میمیره پولا رو بگام میدن یعنی مثلا یکی میاره جاش خوش میره اونجا بعد خود خوشو بعد میره عکاسی بعدش پول بابا تموم میشه دیگه فقط آپشن رو دور داره بعد میبینی پسر مثلا داره توی جای معمولی کار میکنه ولی معمولا چون معمولا میشدن خیلی پول داشتن نمیتونی همه پول از من ببری یارو یعنی آخرش دیگه بدبخت میشه هنوز یه خونه داره و دو تا ماشین این بدبختیشه مثلا این تو همون زندگی میکنه فلان مثلا سوال چی بود که به سوالی که بود این که هم من بحث چیز رسیده بودم این که گفتی محروم میکنی یا مثلا چیزی بهشون میدی ریوارد میدی که... که من گفتم مثلا برعکس میکنم میخواستی بگی تو ماچ نباید باشه این قضیه من هر کی دیدم که واقعا رفای خالص داشت که دست دو میخری براش هر کی دیدم رفای خالص بد بود حالا من خودم شخصا از 13 سالگی پول درمی آوردم هر چیزی که خودم تو اون سندا می‌خواستم می‌تونستم بخرم خب به خاطر اینکه هیچ چیزی آره. نبود که با اونم بتونه نبگه اونجوری خیلی بد نشد چون من خودم و پول خودم درمی آوردم واسه من چیزی که فکر کردم یک کاری که مثلا می‌خوام مثلا با شام ممکن بکنم وقتی که سنم مثلا به 16 17 18 میرسه بهشون آفر میدم میگم 25 دلار بهت پول میدم برای یه بیزنس خودم هم بالا سرت وای میستم من میکنم تو بگو چی دوست داری عکاسی دوست داری اوکی تو برو عکس بگیر منم میرم ببینم چی میشه از عکس پول در عکس عکساتو میفروشیم تو آشپزی دوست داری اوکی من برای یه مغازه کوچولو میگم شو ساندویچ فروختن هست مردم از پول اون که در آوردی 20 درصد سودشو میتونی بزنی به گویی که تو میخوای آها فهمیدم من تصمیمم اینه من میخوام اینجا کنم که بفهمه هم ارزش پول بگیره هم خودش خریده باشه همین اگرم بی عرضه باشه و بخواد بره فقط ایجا کار بکنه مثلا مچ میکنم اگه کفش گوچی بخواد مثلا 900 دلار میگم باید 450 دلار بذاری توی حساب اینوستمنتت 450 دلار به من نشون بدی من 450 دلار مچ میکنم کفش رو بخر این پلان نمیخوام بازشون بذارم نمیخوام چون هر کی بسته بود خیلی جالبه هر کی که هرچی بهش دادم بچه بود بزرگ شد شد گوه هیچی دیگه هم خوشحالش نمیکنه هر کی هیچی بهش نمیدادن عقده ای بزرگ شد حالا فقط هر داره مارک بخره کوچی بخرم اینا بخرم بعد اونو که میخره همون ثانیه داره به آیتم بعدی فکر میکنه همون ثانیه یعنی از مغازه که داریم بیرون دوپامین کیون... یه لحظه تیز میشه و بعدش دوباره میره آره. پایین توی لول پایینتر این سری میره دوباره اعتیادی رو به وجود میاره اینو من تو اکشن تا حالا صدها بار دیدم بر همین خیلی جالبه اونا که بستن نگه میدارن به گو میره اونا که ول میکنن و نه می... ول حرف خوب نیست میرسن خیلی خوب دوباره به گو میره اگه بتونی به بچه بگی که آقا ارزش خودتو باید برسی اگه میتونی ساعتی هزار دلار در بیاری دو تا کفش گوچی بخر اگه نمیتونی هزار دلار در بیاری گوهتو تو بخور اینو توی به بچه بفهمونی بچه درست به نظر من یاد میگیره اینا دوباره میگم مدیریت دوپامین اصلا یکی از مهارت های خیلی خفنی که اصلا چالش امروزا که ما همش داریم از سورسهای مختلف دوپامین میگیریم و هر سری که این دوپامین افت میکنه لولش میره برای اینکه دوباره برسونیم به لول بعدی باید تلاش مضاعف بکنیم و بعد این آدمو میبره توی قهقرایی که بهش سیکل اعتیاد میده حالا اعتیادی که من میگم منظورم حتما دراگ مواد نیست تو هر سیکلی که تو ریوارد دریافت کنی میتونی تو اون اعتیاد داشته باشی دیگه بعد به خاطر همین قضیه خیلی مهمه این سیستم دوپامین که داری در مورد صحبت میکنی که اون لحظه دل آدمو میزنه و اگه آدم تو این سیکل گیر کرده باشه بیچاره میشه یعنی تا بره بفهمی که آقا من تو این سیکل گیر کردم خودش عمری رو از دا دست داده اصلا من نمیبینم کسی بیاد بیرون من حق توشه داره. توشه اگه حواسش نباشه من, من تا حالا نیدم کسی بیاد بیرون یعنی من بهترین مثالش خواهر خودم میشه دیگه حالا من بغلی که نمیتونم کنترلشون ندارم ولی خواهر خودم که خب ما با هم دیگه خواهر میشینم باهاش حرف میزنم توضیح میدم باش دعوا میکنم داد میزنم سرش بی احترامی بهش میکنم تا حالا یه بار نفهمیده یه بار رفتم به زود بساش یه حساب پسنداز باز کردم که یاد بگیره پسنداز یعنی چی بعد رفت رو یه روز باز میکنم یه تو شده سی هزار دلار همون رو میده باشه یه ساعت رولکس میخره و هر وقت منو میبینه میگه ساعت از تو دارم ولی با این حال باز هیچ زیاد نگرفته این مثلا چند خوشم باش صحبت میکردم گفتم مثلا بیا اینقدر پول بزنیم همچین کنیم گفت من هیچ پول نقد ندارم گفتم خب خواهر تو مثلا سالی مثلا 300 دلار درآمد داری چطوری سیوینگت مثلا نقد نداری اونا یا من مثلا پول در میام خرج میکنم این توی حالتی خب مثلا من دیدم کسی که میافتن توش نمیتونن در بیان حالا ریزالتش چیه من زنم یه لباس نمیخره انقدر خواهرم لباس داره همیشه میده به این <laughs> <applause> شانس آره ولی میگم آدما متاسفانه خودشون رو بهتر نمیکنن و من نمیفهمم چرا این بزرگترین گله من از انسانیت که چرا آدم ها خودشون رو بهتر نمی کنن بهشون هم میگی یه حرفی میزنم همیشه خودم همیشه بزرگترین سوالمه میگم خودت نمیفهمی و میفهمم ولی وقتی یکی دیگه وسط میفهمه بهت میگه بازم نمیفهمی و نمیفهمم یعنی مثلا اوکی خود نمیفهمی این گاز برات بده تو خونه میدن ولی بازم حالا دیگه نباید بفهمی یعنی باید مقاومت کنی در جلوی فهمیدن میدونی اون دیگه من مثلا, مثلا, مثلا... دیگه طرف... الان فهمیدم دیگه دیگه گاز که غذا میپزی با شل آتیش همون گاز ضرر داره که یکی تو خونه سیگار بکشه فقط بو نداره و رنگ نداره خب این استادیوم من مثلا هفته پیش خوندم خب من که اینو فهمیدم از اون روز به الان حرف قضا میکنه میگن فنو بزن دیروز مادم خونه تمام خونه بو... بوی گاز و غذا میاد و میان داری غذا میپذی آره ولی گوشتن رو شلی کم 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 میان مثلا چه شریعه میگی مثلا میگی خونه سیگار نکش بعد بیا خونه بود سیگار بده سیگار کشی. فقط سه تا پک فقط سه تا پک زدم میگی فرقی نداره گوشش چه فرقی داره میگم مثلا النا آدم باشور خونه آدم با خونه مزه نمی کنه یه هفته هر روز دارم میگم آقا فنو بزن تو که میگی قزو کنی فنو بزن بیا اینو نه صداش اونقدر بلنده آشتاس که اینقدر فاصله داره و مثلا صداش نمیشنم این به هیچ عنوان واسه همین چرا نمیزنی؟ میگه شعلش کوچیک بود میگم این اصلا معنیش جواب دارن چیه چرا ربطی داره به سوال من من نپرسم شعله زیاد بود یا کم میگم چرا فنا نمیزنی؟ بعد بلند میشه اتاق میره بیرون چون جوابی نره بده بعد حالا من چیه؟ که من خونه نبودم مثل چند ساعت تا رسیدم خونه ریدم بزنم خونه ناراحت میشه دیگه این تو فکر منه اون لحظه بعد در چرا زن من باید با احمقیتش یه کاری کنه که من ناراحت بشم از توضیح که یه هفته هم بشم این کارم بکن و اگه آشپزی میکردم میشنیدم که آقا این از فردا به خاطر خودم میزدم نه به خاطر کسی دیگه الانه به خاطر خودش نمیزنه به خاطر من نمیزنه به خاطر دخترش نمیزنه به خاطر پسرش نمیزنه خب این انسان اینه این دیگه داره تو رفاه بزرگ میشه کار نداره خودش میگه زندگی مثل یه فیلم خنددار میمونه حرف خودش حرف من نیست این نمیتونه اینو بفهمی که دکمه فنا بزنه دیگه حالا تو بیا به کسی که مثلا خدا باور داره بیا بگو مثلا خدا باور نداره یا مثلا کسی که میگه جیزز واقعیه بیا بگو نه مسلمون واقعیه جیزز زروق یا برعکس میدونی دیگه هیچکی نمیدونم چیه داستان مردم ایگر نیستن خوشونو بهتر کنن همه انقدر خوشون مطمئنن من بهترینی که هستم هستم همینی که هستم عوضا نمیتونم بشم این یه منطق خیلی وای به همه یه حرف یارو بهم خیلی جالب بود گفت دیدی وقتی تو ماشین میشینی به همه فوش خار مادر میدی و تو واقعیت نمیدی این فرق آدم هاست آدم ها فقط تو ماشینش وقتی تنها خودشونن و حالا که حس خودتون رو بشناسین اون ماشین نشستی به همه داری فوش میدی قور میزنی فنا این شخصت همه واقعی آدم هست اگه تریبون دستت بود این کارا رو میکردی خیلی جالب بود برام راست میگه چون آه اونجا آه یه ماسکی داره تو پروتکشن کسی نمیفهمه تو داری چی میگی قفش <تصفح> که مثلا دیروز من چاغال خیابون رو میام پایین استاپ ساین یه جای تو ما تو کوچه هم. یه استاپ خیلی احمقانه داریم یه کوچه داره میره صاف و یه واسه استاپ ساین بی دلیل من اینو وای نمیستم دیروز وای نستادم <applause> اعتقاد نداری اونجا <applause> دیگه مدرسه داره اونجا واسه گوشتم واسه مدرسه آه. بره وقتی 6 و نیم هفته بعد از که مدرسه 5 ساعت تموم شده هیچ معنی نداره ولی مردم یعنی گستخاله میان جوایی میشن بعد دوباره یه خیابونه بعد چاره هم نیستش یه خیابون فکر کن صافه یه دونه این مدرسه داره یعنی یه صاف یه دونه مدرسه است و اینجا استاب سانگ گوشتن تو میبایی میسی هیچ وقت ماشینی هیچ چی نیست یعنی از خیابون بایی میسی و میری یکی شب چرا قرمز اگه باشه چی رد میکنیم. هیچ ماشینی هم نیست تو طرف و اینا اصلا نداره بعد بحث منم تو این زمین هم نه به خود من به اعلان میگفتم اگه من چیز بودم مثلا شهرداری یه جایی بودم این قانون رو اجرا میکردم میگفتم آقا استاپ ساین آره به نظرم خیلی چیز بهتره یه ذره به آدما اعتماد کنید دیگه آره میگفتم رد لایت اینو بعد 11 شب معنی نداره خودتون هندل کنید بذار مردم خود قبیش وقزین واقعا خوبه براشون چون مردم احمقن همه مرد رو دوشنم دوشنم حالا انیمیز دیروز دارم میام این پایین استاپ ساینر رو میبینم خب منم میرم داستان چیه من میرم همینو میرم توش یه ماشین بر وایستاده ولی اون چون احمق وایستاده لجش میگیره که من دارم اون احمقیتو انجام نمیدم شروع که بوغ زدن مثل وحشی ها خب خب همه جوره من اشتباه کردم دیگه من آدم دریوسم من قاقرانو کردم اون... من اونو انقدر عصبی کردم که بوغ بزنه ولی من سعی کردم به مثلا سری منم شاخ شدم ولی اگه من ماشین نبود شاخ نمیشدم هم خب گفتم ببخشید راست میگی شما معذرت میخوام من نوای میسازم ولی چون ماشین توشی شاخ میشی مثلا شخصیت آدمو واقعا اون شخصیت هست که تو ماشینی اون شخصیت واقعا تنهایی به هر هر چی دلت میخواد میگی که میبینی چیزی که واقعا بهش فکر میکنی اون شخصیت است که مردم واقعی نمی‌بینن اینو هیچ وقت خودت هم باید تو ماشین باشید خودتو ببینید خونه این کار نمی کنید. و آدم ها همیشه باید خودشون رو بهتر کنن بفهمن که آدم ها بدن ما کسخولیم ما مشکل رو داریم نمیخوایم یاد بگیریم باید خودمون رو بهتر کنیم من اصلا این رو تو آدم ها نمیبینم و کاملا برعکسش هم میبینم همه احساس میکنم پرفکتن و همین کاری که تا حالا کردم ادامه میدن نمیفهمم مثلا النا چون هلو. سی ساله داره بدون فن درست میکنه مغزش میگه خب اوکی دیگه حالا رو چه حسابی چی داره به چی کلیک میکنه تو مغزه که با این کاماب بکنه وقتی میدونه شوهرش گیره وقتی میدونه من هر روز بهش قراره بگم باز میاد قضاوت میکنه روشن نمیکنه بعد خب پاشا بگو بزرگ میشن چی یاد میگیرن یاد میگیرن روشن نکنن چون راحت تر روشن نکنی یه دکمه کمتر بزنی صدا کیلو نمیشنوی کلا من نمیبینم که دنیا مردم او اینو یاد گرفتیم پس این او اینو یاد گرفتیم پس این نه اصلا هیچ کی تو نیست میگم آقا آدمایی که ویگنن رو مسخره میکنن تو فیلم تو سینما تو مهمونی تو کوچه تو ماشین یعنی انقدر انسان احمقه که چون میگه همه احمقیم اون یک خورده ای که آقلن رو برینیم بهشون که خودمون احساس بهتری کنیم و چون ما جمعمون بیشتری هر دفعه میبریم دقیقا منطقه میدونی چی می که وقتی که سیگار میکشیدن 80 سال پیش همه جا دقیقا. اونایی که نمیکشیدن رو مسخره نمیکردن, نمیکردن. نمیکردن. نم... دیگه مسخره دیگه نمیکردن البته باز میگفتن باید بچه با حالا فقط سیگار میکشن یه حالت مسخرهش میکردن تکنیکلی ولی ام. این همونه مثلا من همیشه آرزون بود که ما بابای من منو ویگن درست کرده بودن که من اصلا گوشت مزه نکرده بودم بهش عادت نکرده بودم با لوبیا زندگی میبردم جلو من دلیلی که ویگن نمیشم به خاطر اینکه این که بیشورم به خاطر اینکه این که ضعیفم به خاطر اینکه خوردن رو دوست دارم نمیتونم از این همه چیزی که عادت دارم بهش بخورم بزنم کنار من یه سیگاری هم که بوی گوه سیگار میدم دندم هم همه زرد شده دوتوش هم افتاده میفهمم سیگار بده ولی نمیتونم خودم رو بزنم کنار ولی هیچ وقت به خودم اجازه که یه آدم تمیز و شیک رو میبینم داره رد میشه بو گل میده بگم کارسی که چرا بو سیگار نمیدید چاقا <laughs> ولی آدمایی که گوش به خودشون اجازه میدن آدمایی که گوش خورن سن رو مسخره کنن چقدر تو خالی که کار خوبو میکنی چقدر تو خالی که به زمین اهمیت میدی چقدر تو خودی که به جون و احساس یه حیوان دیگه اهمیت میدی بعد همین آدم به سگش لگت بزنین جرت میده بعد خودش شب استیک میخوره بعد میگه من حیوان دوستم توی بفرمایشام این صحنه نشون نداد یه جا میپرسن خونه نمیدونم کدومشون بود پرسید که اگر لاتاری ببری چیکار میکنی هر سه تا آدم دیگه که تو بحث بودن گفتن که میریم ایران به سگ و گربه های چیز میزیم پول میدیم کمک میکنیم به سگ و گربه های ایران بعد به من کسی گفتم آقا هر سه تا تو بیشوری هستین یهو بهشون خیلی برخورد اول ما که حرف بد زدم که میگم نشونم نداد تو بفهمش خدا هر سه تا آدم بیشوری هستین فیلمین اخبار خوندین دینی الان سر گربه رایق دارین زر میزنین که خودتون خوب کنین سر میز الان گاو و کشتیم مرغ هم کشتیم شما دارین میخواین گربه و گوسفند رو کمک کنین شما میخواین گربه و سگ و کمک کنین میتونم بپرسم فرق گاو و گربه چیه میتونم بپرسم فرق مرغ و سگ چیه کی شما رو قاضی کرد که بگین اون حیونا رو بگاییم بعد تن حالت دل به وجودشون بیاریم آشقا بیاریم. بخوریم بعد تن تو حالت بکشیمشون این یکی بعد بای... تو تخت باشه اگه سوال به سگ بگه خفشو به سگ من اینطوری حرف نزن بهش برمیخوره به چقدر میتونی دو طرف باشه بعد هر ستاشو هم دیگه نگاه کردن بعد نیکی هم اولین بود گفت خدایی راست میگه هیچ حرفی می نداریم جواب بدیم میدونی مثلا من زر مف نمیذارم که من حیوان دوستم بعد سگ میخورم من رفتم چین هر چند تا رستوران سگ از کجا باید بخورم و هر کی این فکر کنم من کنم میگم مگه تو ویگنی میگه نه ولی سگ دیگه نمیخونم میگم یه چی دیگه کی خط تو کشی کش تو یه بار سگ رو با خوشت انقدر خوش نزوشی کیران تو گاو چرا ما گاو میدونی چرا میدونی که من رفتم میدونم سگ میخورم گفتم خب اگه تو چین هست ما بریم بیاریم یه قاشق میخوریم نه ناراحت شدم خوشمزه نبود واقعا خیلی خوشمزه بود ولی مثلا مردم میشن این کار کردن انگار من دیوانم دیوان من دیوام میگم شما ها احمقین شما ها کون شما که نمیتونید خودتون حتی بفهمید چطوری تو میگی من سگ دوست وقتی گاو میکشی تو اگه من هیونا رو با حال میکنم اینا نگران میدارم واسه من باق باق کنه حال کنم اون یکی میگم اگه سگت بره زیر باشه با بگی به کیرم یعنی سگ دیگه میخرم مردم سگش میمیره دیپرس میشن میافتن گریه میکنن شب دار استیک میزنه گوچی عاشق استیک بود گاوه دیگه خب چه کوچه گاو دیگه است میخورین گاو رو خب چرا واسه گاو گریه نمیکنی چون نمیشناسمش چون من نکشتمش چون به نظر من ارزش میدونی اینی که همه دیساید میکنن چی خوبه چی بده دنیا رو به گام میده کرونا پروفش بود که همینه همه خودشون همه دکتر شدن توی یه سال همه میدونستن چی خوبه چی بده این نظر من راجع به دنیا مرسی سوه. من میگم واقعا خیلی حال کردم یعنی از اینکه ببین شاید پیش خودت فکر کنی که اوکی اینا که برای من برای من تو ذهن خودت آویس هست برای همه و میگه که اوکی من این حرفا رو دارم میزنم چه جذابیتی داره ولی خیلی برداشت زیاد میشه و هر کسی به زم خودش میاد برداشت میکنه میدونی اصلا اینطور نیستش که مثلا یه نفری که حالا خلاف عقیدت دور داشته باشه راقب نباشه بقیه حرفها رو بشنوه البته اگه به قولید اوپن باشه اگه اون آدمی باشه که تو میگی یک جمله نمیخوام بشنم و نمیتونی من عوض کنی اونو کاری ندارم ولی آدمی که باشه از این مجموعه برمیداره اون چیزی که میخواد بنابراین دوست دارم که به عنوان کسی که طرفدار مجموعه ویدیوهات هستم میگم حتما حتما ادامه بده و هیچ وقت فکر نکن که اون حرفای من کاملا مکسنس میکنه و کامن سنس هستش نه اینو حتما باش برای اینکه ما توی زمینی فارسی خیلی نیاز داریم من خودم مثلا سابجکتی که کاور میکنم و چیزایی که دوست دارم در مورد صحبت بکنم خب بیشتر تو رژن تحصیلیمه ولی حداقل بلد نیستم این شیوه ای اجرا رو که بتونم ساعت ها بدون هیچ مشکلی توی دوربین صحبت بکنم در صورتی که یا شاید حداقل امتحان نکردم میدونی و دوست دارم این کانتنت ادامه دارا بشه میخوام بده کردیت خیلی بزرگ بدم و خیلی خیلی حال کردم از صحبت کردن باهات و همین دیگه من خیلی خیلی یعنی تو هر سابجکتی که وارد دوست دوستشم کلی باز کنم اونو و برم ازش از سوال پرسم در مورد کرونا در مورد حتی هینت های اقتصادی خیلی دوست داشتم با صحبت کنم نمیدونم شاید ها قسمت های بعدی بشه با هم صحبت کنیم خب برای این امروز خیلی به قول معروف داستان رو گفتم دیگه داستان دست من نبود داستان دست حمید بود, بود دکتر سوال میپرسین منم دیگه همه من طرف رفتم و توش شفتیم اون دارم استفاده کرده باشین عشق منین نه کامنت لایک کنین جاکس. <laughs>